سلام دوستان، به قسمت دوم حقایق از چینل افغان زوم خوش آمدید. امروز می خواهیم حقایق جالب افغانستان را به شما معرفی کنیم. حقیقت شماره 16، آیا می دانستید که 99% مردم افغانستان مسلمان هستند و 1% باقی مانده را دین سیکیزم و یهودیت تشکیل می دهد؟ جمعیت برادران سیک ما در افغانستان به 3000 نفر می رسد که بیشترینشان در کابل، غزنی و جلال آباد سکونت دارند. جالب است بدانید که افغانستان دارای فقط یک شهروندی یهودی است. نام او زبلون سیمنتوف است که در شهر کابل سکونت دارد. او گفته است که چندین بار کشور اسرائیل که خانواده اش نیز در آنجا زندگی می کند از او تقاضا کرده که افغانستان را ترک کند، اما او در جواب گفته است که افغانستان وطنش است و هرگز آنجا را ترک نخواهد کرد. شماره 15، آیا می دانستید که نادرترین نوع پلنگ ها به نام پلنگ برفی، آهوی مارکوپولو و خرس نسواری؟ باز هم تکرار می کنم، خرس نسواری در منطقه واخان بدخشان افغانستان در قسمت شمال شرقی این کشور بود و باش دارد. یکی از کارهای مؤثر دولت این بوده است که به کمک نهادهای بین المللی فعالیت های شکارهای غیر قانونی در قسمت های پامیر کوچک و پامیر بزرگ منطقه واخان را ممنوع اعلام کرده تا از این طریق بتواند جلوی انقراض حیوانات نادر حیات وحش این منطقه را بگیرد. شماره 14، آیا می دانستید که در بامیان افغانستان بزرگترین تندیس مجسمه های بودایی که قدامت آن به 800 سال قبل از میلاد می رسد وجود داشتند؟ این دو مجسمه به نام های سلسال و شمامه یاد می شدند که بوت بزرگ آن که بزرگترین تندیس ثبت شده در جهان است با ارتفاع 53 متر سلسال نام داشت. بوت کوچکی که 35 متر ارتفاع داشت به نام شهمامه یاد می شد. این بوت ها قبل از تخریبشان گردشگران زیادی را از سراسر جهان به خود جذب می کرد که باعث رشد صنعت توریسم و بالا رفتن اقتصاد افغانستان شده بود. شماره 13، آیا می دانستید که بلندترین قله کوه در افغانستان نوشاخ نام دارد که ارتفاع آن به 7500 متر می رسد؟ این قله در ولایت بدخشان افغانستان در سرحد مرز با پاکستان قرار دارد. دامنه شمالی و غربی این کوه در خاک افغانستان و دامنه جنوبی و شرقی آن در خاک پاکستان واقع شده که این قله اولین بار توسط دو کوهنورد ژاپنی و سپس در سال 2009 میلادی توسط دو کوهنورد افغان پیموده شد. شماره 12، آیا می دانستید که افغانستان در رده 20 تا از جوانترین کشورهای جهان قرار دارد؟ بدین معنا که تقریبا 63% نفوس کشورمان را افراد زیر سن 25 سال تشکیل می دهد. اما متاسفانه اوسط امید به زندگی یعنی طول عمر نیز در این کشور بسیار پایین است، یعنی میانگین عمر در افغانستان به 52 تا 60 سال می رسد. یکی از دلایل عمده در پایین بودن طول عمر در افغانستان ناامنی های چند دهه اخیر است که باعث فقر و پایین آمدن استانداردهای زندگی در این کشور شده است. شماره 11، آیا می دانستید که افغانستان یکی از ثروتمندترین کشورها از لحاظ داشتن ذخایر معدنی و منرال هاست؟ با گزارش روزنامه تلگراف انگلیسی، ارزش این ذخایر سربسته به 3 تریلیون دلار می رسد. یعنی اگر ذخایر افغانستان به درستی استخراج و مدیریت شود، این ذخایر افغانستان را به یکی از قدرتمندترین و مرفه‌ترین کشورها از لحاظ اقتصادی، نظامی و استانداردهای زندگی تبدیل می کند. در حال حاضر ثروت آمریکا با این بزرگی و پیشرفتش به 21.3 تریلیون دلار در سال 2019 برآورد شده، یعنی افغانستان با ذخایرش به تنهایی می تواند 1/3 ثروت آمریکا را داشته باشد. جای افسوس است که کشور ما با این همه گنج، مردم ما اما سرگردان، فقیر و آواره در هر کنج است. شماره 10،
آیا می دانستید که افغانستان با تولید بیش از 90% تریاک جهان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان شناخته می شه؟ طبق یک تحقیقی که توسط موسسه UNODC که در سال 2007 میلادی صورت گرفت، حاصل درآمد غیر قانونی از صادرات تریاک در افغانستان چیزی بین 4 تا 6.5 میلیارد دلار تخمین شده است. البته کشتی تریاک زیادتر در ولایت ناامن که از کنترل دولت خارج است صورت می گیرد. شماره 9. آیا می دانستید که اولین فضانورد افغان عبدالاحد مهمن نام دارد؟ در سال 1988 اتحاد جماهیر شوروی یک سال پیش از خروج نیروهایش از افغانستان تصمیم گرفت تا در چارچوب برنامه انترکاسموس یک افغان را به ایستگاه فضایی مر بفرستد. عبدالاحد مهمن و محمد دوران از میان 400 شرکت کننده توانستند تمام امتحانها را پشت سر بگذرانند. آنها سپس به خاطر آموزش به مسکو فرستاده شدند. بعد از ختم دوره آموزشی کسی که باید به فضا می رفت عبدالاحد بود. عبدالاحد مهمن به عنوان اولین فضانورد افغان با فضاپیمای سایوز TM6 به ایستگاه بین المللی فضای میر فرستاده شد. او در این مأموریت 9 روز را در ایستگاه بین المللی میر سپری کرد و سپس به زمین برگشت. شماره 8. این حقیقت را به شما واگذار می کنم. اگر گفتید مشهورترین و سنتی ترین غذا در افغانستان چیست؟ لطفاً نظریاتتان را در کامنت با ما شریک سازید. شماره 7. آیا می دانستید که دانشگاه کابل در سال 1311 به عنوان نخستین نهاد عالی آموزشی در افغانستان در زمان حکومت محمد نادرشاه بنا نهاده شده که ابتدا دانشکده طب و سپس دانشگاه های حقوق و انجینیری شروع به فعالیت کردند؟ شماره 6. آیا می دانستید که این تصویر توسط یک پروفسور آمریکایی به نام دکتر بیل بودلیچ در سال 1967 در کابل گرفته شد؟ دکتر بیل که در دانشگاه کابل اصول آموزش را برای استادان تدریس می کرد، در طول اقامت 2 ساله‌اش بسیاری از عکس‌های رنگی را از جاهای مختلف افغانستان تهیه کرد. بدون شک دهه 1950 تا 1980 را می توان به عنوان یکی از درخشان‌ترین دوره‌ها در تاریخ افغانستان یاد کرد. شماره 5. حالا بیایید این دو عکس را مقایسه کنیم که یکی در سال 1970 گرفته شده و دیگری در سال 2017. این عکس در واقع دو واقعیت بیجان و در عین حال شاهد تاریخی از افغانستان در 2 سال متفاوت را بازگو می کند. هر دو می تواند بیانگر تفاوت ها و مشابهت های وضعیت زنان در افغانستان باشد. در عکس اولی دختران دانشجویی را نشان می دهد که بدون حجاب و پوشش کامل در دانشگاه کابل درس می خواند و ظاهراً با ممانعت های فرهنگی روبرو نیست. اما عکس دومی عکسی از زنان با پوشش برقعه یا چادری را نشان می دهد. هرچند داوری ارزشی در این مورد مشکل است، اما آنچه مسلم است نوعی پوشش دومی درجاتی از قیدگیری و محدودیت را در وضعیت کنونی زنان افغان نشان می دهد. شماره 4. آیا می دانستید که بوسکشی به عنوان یکی از ورزش های ملی و فرهنگی بخصوص در ولایت شمال افغانستان رواج دارد؟ ورزشکاران این ورزش را به نام چاپنداز می گویند و آنها برای چاپنداز شدن چندین سال تمرین اسب سواری می کنند. آیا می دانستید فیلم هندی خداگواه با بازیگری امیتاب بچن با یک صحنه بوسکشی آغاز می شود؟ در صحنه های ابتدایی فیلم رامبوسی نیز بوسکشی حضور دارد. شماره 3. آیا می دانستید که محبوب ترین نژاد سگ های تازی و شکاری مربوط به سگ هاند افغان می شود؟ این سگ ها با قد 69 الا 74 سانتی متر و وزن 34 کیلوگرم، ظاهر بسیار زیبا، خلق خوی بسیار مؤدب، باهوش و حرف گوش را دارا است که قیمت هر رأس آن در بازارهای جهانی از 2000 تا 3000 دلار آمریکایی می رسد. شماره 2. آیا می دانستید که بند امیر بامیان که در افغانستان مرکزی یا هزارستان موقعیت دارد یکی از عجایب طبیعی افغانستان و جهان به حساب می آید؟ این بند در بین کوههای هندوکش شرقی و کوههای بابا قرار گرفته که ارتفاع آن به 3000 متر می رسد.
آب این بند در 6 چشمه طبیعی از دل کوه‌ها تأمین می‌شود. مناظر زیبا، دلپذیر و دلچسب این ساحت دولت مرکزی را واداشت تا بند امیر را به عنوان اولین پارک ملی در افغانستان اعلام کند. و نقل از روزنامه اطلاعات روز، این بند امسال یعنی سال 2019 بیش از 100 هزار گردشگر داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. حقیقت شماره 1. اگر این ویدیو را پسند کردید، پس برای حمایت و تشویق ما این ویدیو را لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای جدید چینل ما را سابسکرایب کنید و تا بعد خدا نگهدار.